من معراج موسوی هستم با یک ویدیو جدید در خدمتتونم. امروز میخوام یک خورشت بی‌نظیر ایرانی به اسم آلو اسفناج رو آموزش بدم. میدونم که حتما خوشتون میاد. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط یک نکته کوچیک راجع به طبع این غذا میخوام بهتون بگم. به خاطر داشتن آلو و همچنین اسفناج که طبع سردی دارن، باید تنظیم بکنید این طبع رو و بهتره که از گوشت گوسفند داخلش استفاده کنید. گوشت گوساله طبع سردی داره و اگر گوساله باشه تمام این غذا سرد میشه و ممکنه که دچار مشکل بشین. بنابراین گوشت گوسفند داخلش استفاده کنید. امیدوارم که ازش لذت ببرین. یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم همچنین یادتون نره. تا انتهای ویدیو هم رو با من باشید. خب دوستان، برای درست کردن این خورش در ابتدا یک عدد پیاز متوسط رو به صورت نگینی خرد کنید. نحوه نگینی خرد کردن هم میتونید داخل فین ببینید که به این صورت انجام میشه. توی این فرصت اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردین، لطفاً همین الان اون پایین سمت راست دکمه قرمز رو فشار بدید. حالا داخل یک مایتابه مناسب با مقداری روغن پیازهای نگینی خرد شده رو سرخ کنید. 300 گرم گوشت گوسفند به صورت خورشتی خرد شده. بهتره قبل از اینکه گوشت گوسفند رو داخل خورشت اضافه کنید، داخل یک ظرف جداگانه کف گوشت رو بگیرید تا طعم بهتری بده. 2 برگ بو اضافه کنید تا بوی زهم گوشت رو ازش بگیره. ببینید دوستان، این کف همون چیزیه که راجبش صحبت میکردم. گوشت رو به مدت 5 دقیقه داخل آب جوش نگه دارین تا کامل این کف ها ازش خارج بشه. حالا 1 چایخوری زردچوبه به پیاز اضافه کنید و بعد از تفت دادن زردچوبه و پیاز، وقتی که پیاز کاملا سبک شد، گوشت رو بهش اضافه کنید. با هم دیگه 2 تفت بدین. یک پیمان آلو رو خیس کنید. 500 گرم اسفناج رو شسته و به این صورت درشت درشت خرد کنید. انقدر خرد بشه عالیه. 1 سیر. بریزترین حالت ممکن به صورت نگینی خرد کنید. حالا داخل یک قابلمه مناسب کمی روغن بریزید. سیرها رو به مدت 30 ثانیه داخلش تفت بدین. بعد از اون اسفناج ها رو اضافه. 1 تره خشک هم بریزید که با آب اسفناج با در بسته با هم دیگه بپزن. تو این فاصله به مواد گوشتیتون آب جوش اضافه کنید و درب رو ببندید تا گوش کمی بپزه. اسفناج با تره پخته شد، حجمش کم شد. حالا به ماده گوشتیتون اضافه بکنید و به مدت 1 اجازه بدین کامل با در بسته جا بیفته. بعد از اون فلفل سیاه 1/2 چایخوری، نمک 1 چایخوری، زعفران دم کرده 1 غذاخوری. برای ترشی این خورشت 1/2 آب قوره و 1 آلویی که به مدت 20 دقیقه از قبل خیس کردیم رو اضافه کنید. خب دوستان، خورشت ما تقریبا آماده است. 10 دقیقه باید آلوها داخلش بپزن. این خورشت باید کم آب باشه، اگر لازمه با درب باز بذاریم بجوشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. این غذا رو درست بکنید، بسیار بسیار خوشمزه و مقوی هستش. همچنین از اینکه با لایک ها و کامنت هاتون همیشه من رو یاری میکنید ازتون سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپرم. منتظر دستور پخت های بعدی باشین. همیشه موفق و پیروز باشید.